خدا خود داور است. مزمور آساف. یهوه خدای خدایان سخن میگوید و زمین را از محل طلوع آفتاب تا محل غروبش فرا میخواند. از صهیون که کمال زیبایی است خدا تجلی میکند. خدای ما می آید و خاموش نخواهد ماند. آتش پیش رویش فرو می بلعد و تند باد گردا گردش می خروشد. آسمان را در بالا فرا می‌خواند و زمین را تا بر قوم خود داوری کند. سرسپردگان مرا نزد من گرد آورید، آنان را که با من به قربانی بسند. آسمان ها دادگری او را اعلام می کنند، زیرا خدا خود داور است. سلا. ای قوم من بشنوید تا سخن گویم، و ای اسرائیل تا بر ضد تو شهادت دهم. من خدا هستم، خدای تو. به سبب قربانی‌هایت نیست که توبیخت می کنم. قربانی‌های تمام سوز تو همواره در نظر من است. گوساله‌ای از خانه تو نمی گیرم و نه بزی از آغلت، زیرا تمامی حیوانات جنگل از آن منند و چارپایانی نیز که بر هزاران کوهند. همه پرندگان کوهستانها را می شناسم و هر جنبنده صحرا از آن من است. اگر گرسنه بودم تو را خبر نمی دادم. چه جهان و هر آنچه در آن است از آن من است. آیا من گوشت گاوان را می خورم یا خون بزان را می نوشم؟ Thank you.
قربانی های تشکر به خدا تقدیم کن و نذرهای خیش را به آن متعال ادا نما و در روز تنگی مرا بخوان، من تو را بیرون خواهم کشید و تو مرا جلال خواهی داد. اما به شریر خدا چنین می فرماید: تو را چه که فرایز مرا بیان کنی و عهد مرا بر زبان رانی؟ چرا که از تأدیب من بیزاری و کلام مرا پشت گوش می اندازی؟ چون دزد را میبینی به او روی خوش نشان میدهی و با زناکاران هم پیاله میشوی. دهان خیش به بدی میگشایی و زبانت را به فریب عادت داده. به سخن گفتن بر ضد برادرت می نشینی و بر فرزند مادرت افترا می زنی. این کارها را کردی و من خاموشی گزیدم. پس پنداشتی که من نیز چون تو هم، اما حال تو را توبیخ خواهم کرد و تقصیراتت را در برابر دیدگانت خواهم گسترد. ای فراموش کنندگان خدا، این را دریافت کنید: مبادا شما را بدرم و رهانندهی نباشد. آن که قربانی های تشکر تقدیم می کند مرا حرمت می دارد. آن که راه خیش می پاید، نجات خدا را به او نشان خواهم داد.